پایان سکوت باشگاه سرمربی استقلال جواد نکونام امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. پس از چندین روز سکوت و بیخبری از باشگاه استقلال و بیتوجهی مدیران و رسانه رسمی آبیها، در خصوص آماج شایعات و خبرهای زد و نقیز در خصوص آینده کاری جواد نکونام سرانجام با انتشار تصویری از سرمربی این تیم در کنار نماینده هلدینگ پالس بزرگی برای ماندن نکونام در استقلال داده شد. پس از پایان لیگ برتر که 20 روز از آن می‌گذرد، اخبار و شایعات فراوانی در خصوص آینده جواد نکونام در رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شد. برخی ها از پایان همکاری استقلال با وی صحبت کرده و برخی نیز مدعی بودند که او در فصل بعد نیز به کارش در این تیم ادامه می دهد. در این میان نیز اخباری در خصوص نداشتن برخی مجوزها توسط نکونام برای فعالیت به گوش می رسید ولی در نهایت و در میان انتشار کوهی از اخبار گوناگون پیرامون سرمربی آبیها، رسانه رسمی باشگاه با انتشار تصویری از جواد نکونام در کنار نماینده هلدینگ خلیج فارس در باشگاه یعنی احمد شهریاری به نوعی خبر از بقای سرمربی آبیها داد. احمد شهریاری که از زمان واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس به عنوان نماینده این شرکت در باشگاه مستقر شده و امور مدیریتی را پیش می بارد. امروز به همراه نکونام راهی آکادمی باشگاه شد تا این یک پالس مثبت بزرگ در برابر تمامی شایعات باشد و بدین صورت خبر بقای نکونام را به صورت غیر مستقیم به گوش هواداران برساند در متن اطلاعیه استقلال آمده است عصر امروز احمد شهریاری نماینده هلدینگ خلیج فارس در باشگاه استقلال جمعی از مدیران باشگاه به همراه جواد نکونام سرمربی و اعضای کادر فنی بزرگ سالان از نزدیک شاهد دیدار تدارکاتی تیم امید استقلال برابر اکباتان بودند. در این دیدار که محمد حسین زیایی مدیر آکادمی استقلال حضور داشت. ایشون گفتگویی با جواد نکونام در خصوص آخرین وضعیت تیم‌های پایه و وضعیت بازیکنان مدنظر برای حضور در تمرینات بزرگسالان داشتند. در پایان شهریاری قول مساعد برای رسیدگی بیشتر به آکادمی باشگاه از لحاظ سخت افزاری را داد و ابراز امیدواری کرد در آینده ای نه چندان دور تیم بزرگسالان باشگاه با حضور بازیکنان امید و جوانان تشکیل شود.